وزیر امور خارجه فرانسه هم فردا به تهران می آید. لوران فابیوس قبل از ترک پاریس گفت فرانسویان همیشه مجذوب ایران بودند و امروز شرایط برای افزایش سطح تبادلات دو کشور فراهم است. گزارشی از گفتگوی علوی همکارم با وزیر امور خارجه فرانسه. وزیر خارجه فرانسه یک روز قبل از سفر به تهران در مقابل دوربین خبری صدا و سیما در پاریس، رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه میگه که کشورش آماده توسعه روابط با ایران در همه زمینه هاست. Nous avons chacun l'Iran, la France qui sont grandes puissances. اما هر کدام ایران و فرانسه به عنوان قدرت بزرگ مسئولیت هایی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه داریم. فکر میکنم که بیش از 10 سال است که وزیر خارجه از طرف فرانسه به ایران سفر نکرده. یعنی اینکه ما به یک شروع خوب نیازمند هستیم. ما میخواهیم دوباره روابطمون را با ایران برقرار کنیم. البته بر پایه و اساس خوب. که به نظرم امکان پذیر است. وزیر خارجه فرانسه همچنین آینده روابط تهران پاریس رو در همه بخش ها مثبت ارزیابی کرد و حتی اذعان کرد که در بحران های منطقه ای ایران و فرانسه میتونن در مسئولیت صلح و ثبات سهیم باشن. Bon, il y a toute une série de crises, vous le savez. Il y a ce qui se passe en Syrie, il y a ce qui se passe en Irak. در منطقه بحران‌های زیادی وجود دارد. می‌دانید در سوریه، در عراق، در یمن و در لبنان چه می‌گذرد؟ مسئله‌ای که آرزوی ماست بستگی به حکومت ایران دارد. در هر یک از این درگیری‌ها ایران نقش مثبتی را برای ثبات، صلح و بر ضد تروریسم بازی می‌کند. همه می‌دانند تروریست‌های در منطقه حضور دارند که هم ایرانی‌ها را و هم فرانسوی‌ها را هدف قرار دادند. پس باید برای مبارزه با تروریسم در وضعیتی که هم اکنون وجود دارد متحد و با هم باشیم. Un certain nombre de différences, il faut le reconnaître honnêtement. Il faut. البته ما برخی اختلاف نظرهایی با هم داریم که بایستی صادقانه اون را شناخت و درباره اونها گفتگو کرد. اما فکر میکنم از این پس میتوانیم به روابطمون توسعه دهیم. همونطور که رئیس جمهور روحانی گفته است، این شروع یک دوره جدید است. و به نظر ما این برای صلح و ثبات منطقه مثبت خواهد بود. پاسخ لوران فابیوس به این سوال هم که فرانسه در فضای جدید همکاری با ایران به دنبال توسعه روابط سیاسی است یا به دنبال منافع بنگاه‌های اقتصادی گفت مون وایاژ لا است ان وایاژ ا بو پولیتیک. سفر بعد با هدف سیاسی انجام می شود. البته نتایج تجاری و اقتصادی را هم در بر خواهد داشت و برای توسعه و روابط اقتصادی دو کشور بسیار مطلوب است. برای ماه سپتامبر یک هیئت بسیار مهم اقتصادی از شرکت‌های مختلف به ایران سفر خواهند کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه درباره این سوال که مردم ایران خاطرات خوبی از کشور شما در اوایل انقلاب دارند، اما بعد از جنگ صدام بر ضد ایران تحریم‌های شما و مذاکرات هسته‌ای بدبینی خاصی به وجود اومده. آیا فرانسه قصد داره فضای این خاطرات رو در ذهن مردم ایران تغییر بده؟ گفت il y a eu en particulier les souffrances terribles du peuple iranien pendant la guerre Iran-Irak. ملت ایران درد و رنج و سختی های وحشتناکی را در جنگ عراق و ایران متحمل شدند و هیچ کس نمیتواند آن را فراموش کند. بعد از این هم یک دوره سخت مربوط به گفتگوهای هسته‌ای است که از سال 2003 شروع شد. ما در این رابطه به توافق دست یافتیم. فرانسه در این توافق نقش خودش را بازی کرد. من میخواهم فوق‌العاده واضح بگویم، اغلب میگویند که فرانسه خیلی سخت و انعطاف ناپذیر در روند مذاکرات هسته‌ای ظاهر شد. ما درباره همه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز با ایران به توافق رسیدیم. بنابراین هرچه که مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی است حق مسلم ایران است، ولی اون چه که به بمب اتم مربوط می شود نه شما می خواهید و نه ما. البته لوران فابیوس با این توضیحات درباره جزئیات و حمایت های آشکار کشورش از صدام حسین در زمان جنگ و همینطور تحریم های ظالمانه توضیح واضحی نداد. وزیر خارجه فرانسه فردا در قالب سفر یک روزه به همراه هیئتی سیاسی عازم تهرانه. لوران فابیوس قرار در این سفر با رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کنه. علی علوی، صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، پاریس.
روزها با حرف و حلیس های زیادی همراه بوده. بسیاری با اشاره به نقش فرانسه به عنوان پلیس بد در مذاکرات هسته‌ای منتقد حضور وزیر امور خارجه فرانسه هستند. عده‌ای هم آن را فرصت قلمداد می‌کنند. فابیوس پرونده خون‌های آلوده به ویروس ایدز را هم دوباره باز کرد. به ماجرای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و سفر فرداش به تهران دو نوع نگاه هست. یکی نگاهی که یادآور ماجرای خونهای آلوده است و اولین موارد ایدز به ایران و جلوتر که میایم دست خالی گذاشتن مثلا خودروسازهای ما که تخم مرغ‌هاشون رو در سبد پژو و رنو گذاشته بودند و در مقطعی در اوج تحریم‌ها با کنار کشیدن فرانسوی‌ها در بازار خودروی ما روی بازار خودرو و کیفیت خودروهای ما به شدت تأثیر گذاشتن و بعد هم همین اواخر تا اسم فابیوس میومد یاد پلیس بد می‌افتادیم و اختلالگر اصلی مذاکره‌های هسته‌ای در هتل کوبورگ همین آقای فابیوس و فرانسوی‌ها بودند. این نگاه اول اصلاً دل خوشی از این سفر نداره. میگه فابیوسی که مادر یهودی و پدر امریکایی داره و بزرگترین عتیقه باز پاریس هم هست حتماً بوی کباب به مشامش خورده و اصلاً میاد اینجا چیکار؟ ما کاری باهاش نداریم. یه نگاه دومی هم هست که به ماجرای فابیوس از یه زاویه دیگه‌ای نگاه می‌کنه. میگه این بابا گذشته تیره‌ای داشته، قبول. سر تحریم‌ها و بحث هسته‌ای هر کاری تونست علیه ایران کرد، قبول. ولی سفرش الان به تهران نه به عنوان لوران فابیوس که به عنوان وزیر خارجه فرانسه میتونه پیام پشیمانی فرانسوی‌ها رو داشته باشه و آشتی بین دولت ایران و فرانسه باشه و این مهمه. این نگاه که در وزارت خارجه و دولت هم رد پاش رو دیدیم میگه ما فرش قرمزی برای فابیوس پهن نمی‌کنیم. اونها میگن با فابیوس بر سر ماجراهای مثل انتخابات لبنان صحبت میشه، فرانسه احتمالاً میخواد از قدرت منطقه ای ایران استفاده کنه، ما هم یعنی ایران حتما منافعی در این رایزنی ها خواهیم داشت و با فرانسوی ها بحث های مختلف اقتصادی میکنیم، اونها دوچار مشکلاتی هستند و میخوان از این بازار 80 میلیونی ایران خوب استفاده بکنند، خب ما هم استفاده خودمون رو از فرانسوی ها میبریم. و بعد اشاره میکنند به سنای فرانسه که رسما اعلام کرد ما در این یکی دو سال اخیر تراز مالیمون، مراودات مثلا اقتصادیمون با ایران به 400-500 میلیون یورو رسیده، یعنی نزدیک یک هشتم سال 2004 شده. جنبندی نگاه دوم اینه که اونها به ما نیاز دارن، ما هم منافع خودمون رو میتونیم تأمین کنیم. این نگاه دوم به سفر فابیوس بود، نگاهی که میگه هنر دیپلماسی افزایش دایره دوستان یک کشور. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت شرکت‌های خودروساز فرانسوی باید تاوان بدعهدی‌های گذشته را بدهند. آقای محمد رضا نعمت‌زاده افزود به همین سادگی حاضر نیستیم به فرانسویان چراغ سبز نشان دهیم. همچنین مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت قرارداد تولید محصولات سواری بنز در ایران در آینده نزدیک امضا می شود. هاشم یکزاره افزود مذاکرات خوبی هم با شرکت فولکس واگن آلمان داشته ایم. شرکت فولکس حضور پیدا کرده در مذاکرات، مذاکراتی رو کرده و اجازه بدید که سیاست ایران خودرو این هستش که با هر شرکتی که کار میکنه تو بحثای مشارکت و بحث‌های ساخت داخل، انتقال دانش فنی، مرکز تحقیقات مشترک و بحث صادرات است، ولی اینکه شریک ایران، شریک فولکس در ایران کدوم شرکت خواهد بود اجازه بدید که در زمان مناسب خودش خود فولکس اعلام کنه.